اندروید دوازده به گلکسی اس 21 های ایران رسید وانیو آی چهار سوار بر اندروید دوازده آخرین رابط کاربری سامسونگ آخرین دستاورد نرم افزاری سامسونگ طی یک سال گذشته است و برای اس 21 ها الان عرضه شده برای گلکسی زد فولد 3 گلکسی زد فلیپ 3 هم اومده سلام من احرا هستم این نگاهی به امکانات برتر رابط کاربری جدید سامسونگ سوار بر اندروید 12 در ادامه این ویدیو متوجه میشید که گوشی شما بسته به مدلش کی به این رابط کاربری به رسانه میشه خوشحال میشم تا جای ویدیو همراه من باشید اول بزنید رو ویدیو ویدیو رو لایک بکنید دوم سه تا قلب بنفش بذارین چون که تم اندروید 12 تقریبا بین بنفش و آبیه البته متغیره جلوتر میگم داستانش چیه اندروید تو گذر زمان اسمهای متنوعی رو به خودش دیده اندروید 12 اسمش ماتریال یو هدفش شخصی سازی بیشتر و امکانات جذابتر یکی از اولین امکاناتی که به چشمتون میاد اینه که بسته به رنگبندی والپیپری که برای گوشیتون انتخاب میکنید شما میتونید رنگبندی کل تم گوشیتون رو تغییر بدید حتی این رنگبندی رو به آیکان اپ ها بیارید چیزی که با نام کالر پالت شناخته میشه و دقیقا به ارث رسیده از گوگل پیکسل هاست که توی گوگل پیکسل ها امکانات دسترسی و شخصی سازی رنگ ها بیشتره در وانی 4 سامسونگ کمی این دسترسی کمتره طبق چیزی که در تصویر مشاهده میکنید در بخش تنظیمات والپیپر میتونید نسبت به والپیپری که انتخاب میکنید کالر پالت خودتون رو انتخاب کنید و بعدش انتخاب کنید که آیا شامل حال اپ آیکون ها بشه یا خیر برای هر وال پیپری که انتخاب میکنید شما سه تا کالر پالت دارید که جذابه موجب میشه آدم کمتر حوصله‌اش سر بره از رابطه کاربری. کالر پالت یه نکته خیلی جالب داره. کافی اپلیکیشن های داخل گوشیتون خودشون رو بهینه بکنن و آپدیتش برای متریال یو بیاد، اون موقع متوجه میشید که تم خود اون اپلیکیشن هم همساز میشه و همگام میشه با تمی که برای گوشیتون انتخاب کردیم یعنی اگر کالت پالت سبز آبی بنفش برای خود گوشیتون انتخاب میکنید اپلیکیشن واتساپ یا مثلا گوگل پادکست هم همون تم رنگی رو خواهد داشت قبل از اینکه بریم سراغ امکان بعدی یه نکته جالب بهتون بگم تو آپدیت یا بروزرسانی گوشی ها ما دوتا واژه داریم بروز های ماجور یا بزرگ که سالی یه دونه میاد های مینور که سالی چند تا ازشون میاد در واقع ای ماجور محسوب نمیشه تا زمانی که یه دستی هم تو رابط کاربری اپ دوربین ببرن الان تو بخش مور گزینه‌های های بیشتری دارین برای حالت مختلف دوربینتون تا بتونید تنظیمات راحت تر و دم دستی تری داشته باشید مورد دوم این هستش که زمانی که بین درجه های زوم متفاوت چه دیجیتال چه اپتیکال میخوایم بگردین الان درجه های بیشتری دارین تا راحت تر بتونید زومی که مد نظرتون هست رو پیدا بکنید به علاوه اینی که وقتی دارید زوم رو انتخاب میکنید در جای دیگه هم درجه رو بهتون نشون میده و میگه چقدر در تصویرتون زوم کردید تا کمتر گیج بشید مورد دوم این هستش که دیلی دکمه رکورد ویدیو کاملا حذف شده قبلا در اپ دوربین سامسونگ این شکلی بود زمانی که دکمه رکورد رو میزدید یک ثانیه بعد نیم ثانیه بعدش با تاخیر فیلم برداری شروع میشه الان به محض ضربه زدن فیلمبرداری شروع میشه و به محض ضربه زدن دوباره فیلم برداری قطع میشه امکان بعدی که اضافه شده توی بخش پروموت چه فیلم برداری چه عکس برداری شما الان گزینه های دم دستی تری دارین راحت تر میتونید بین لنس ها جابجا بشید تا تجربه تصویر برداری یا عکس برداری با گوشیتون در حالت پرو کمی راحت تر باشه امکان بعدی یکی از بهترین خدمات یکی که سامسونگ به رابط کاربریش اضافه کرده در جریان هستید از دو سال پیش سامسونگ گفت گوشی های پرچمدار من و یک سری از میان رده ها شامل برنامه میشن تا سه سال به روزستانی ماجور دریافت بکنن و چهار سال به روزسانی امنیتی اما یکی از نگرانی هایی که برای دارندگان گوشی های گلکسی هست کاهش عمر باتریشون تو گذر زمانه بارهای بار گفتیم که بهترین چرخه شارژ کردن گوشی اینه که گوشی بین 20 تا 80 درصد شارژ بشه اما یه مشکلی هست ما وقتی گوشی رو به شارژ میزنیم یادمون میره که این داره فول شارژ میشه و گوشی رو دربیاریم. بیاریم مثلا همین تو گذر زمان یکی از مهمترین صدمات باتری رو خودمون بهش میزنیم و اون این و اونم اینه که اور شارژ بشه 100 درصد بشه بعد دیشارژ بشه دوباره 100 درصد 99, 100 99 امکان جدیدی که سامسونگ اضافه کرده این هستش که شما اگر به بخش تنظیمات بریم برای باتریتون گزینه اضافه شده به نام پروتکت باتری شما در این حالت نهایتا گوشیتون تا ظرفیت 85 درصد خودش رو شارژ میکنه و دیگه کاری نداره چقدر گوشی توی شارژ بمونه و اوورشارژ دیگه نمیشه حالا اینی که چرا 85 درصد ماجرش طولانیه و کمی برمیگرده به فیزیک و مکانیزم شارژ شدن باتری های لیتیوم یونی اگر تو چت و گفتگوهای روزمرتون از اموجی زیاد استفاده میکنید این امکان جذاب به گوشی سامسونگ اضافه شده اونم اموجی های دوگانه است یا دوال الان اگر به بخش اموجی های کیبورد خود سامسونگ بریم اموجی هایی رو میبینید که متحرکن و به علاوه اینی که مثلا بین دو تا اموجی مثلا یک کمی عصبانی با کسی که مغزش داره سوت میکشه میتونید این دوتا رو با هم ارسال بکنید و خودتون شخصی سازی بکنید که انیمیشن این اموجی دوتایی چطوری باشه یه سری اموجی هم هستن شلوغ پلوغ تو همدیگن اما چند تا ایراد داره الان بهینه ترین اپی که باهاش میتونید این کار انجام بدید اپ مسیجه که به صورت پیامک ارسال میکنه و خیلی از این اموجیها ها ظرفیت حجمیشون از اس ام اس بالاتر و شامل ام میشه اگه بخواید توی واتساپ ازشون استفاده بکنی به صورت گیف میفرستشون و همین یه مقداری کند فایل ارسال میشه اما جذابه ولی خب از اون طرفم خیلی جزء ضروری نیست امکان جذاب بعدی اضافه شدن رم ویرچوال یا غیر واقعیه در واقع رم فیزیکیتون ارتقا پیدا نکرده ولی رمتون به صورت مجازی ارتقا پیدا کرده یعنی مثلا s 21 که 8 گیگابایته الان شده 12 گیگابایت حافظه رم اگر به بخش باتری اند کیر برین بخش مموری رو باز بکنین یه بخش پلاس مموری میبینید که وقتی رم خالی باشه 4 گیگابایت بهتون رم ویرچوال میده مثلا 21 8 گیگابایته 4 گیگابایت بهش ویرچوال داده شده و رمش 12 گیگابایت شده البته این قابلیت نیاز داره که نرم افزارها باهاش خیلی همگام بشن و تو آپدیت های جدیدشون این قابلیت قطعا اضافه میشه به علاوه اینه که خب اون افزایش راندمان یک گوشه 12 گیگرمی رو نداره ولی بسیار کار آمده. برای مولتی جوابه برای اجرای بازی های سنگین هم خیلی جوابه قابلیت جذاب بعدی این هستش که اگر در اینستاگرام ویدیو رو نگاه میکنید دوبار بزنید رو صفحه ویدیو لایک میشه و اگر در یوتیوب روی این علامت ضربه بزنین باز هم ویدیو لایک میشه و موجب میشه ویدیو من بیشتر دیده بشه مرسی همیشه حفظ حریم شخصی کاربران یک نکته بسیار حائز اهمیت بوده که اتفاقا سامسون خیلی روش فوکوس داشته و تمرکز داشته. در بخش پرایوسی گزینه اضافه شده که در یک لحظه شما میتونید اپلیکیشن هایی که دسترسی به امکانات حساس گوشی شما مثل میکروفون، لوکیشن و دوربین شما دارن رو در لحظه ببینید و لوگ یعنی در واقع تاریخچه استفادهشون رو رصد بکنید. قابلیت جذاب بعدی دیگه که اضافه شده وقتی میخواید به یک اپلیکیشن لوکیشن بدید میتونید مشخص بکنید لوکیشن دقیق بهش بدید یا لوکیشن حدودی بهش بدید به علاوه اینی که هر دفعه که اپلیکیشن اجرا میشه لوکیشن رو داشته باشه یا نه دائمی دستش باشه در کنار بخش پرایوسی الان زمانی که اپلیکیشنی از دوربین شما استفاده بکنه یا از میکروفونتون گوشه ای بالا سمت راست نشون داده میشه با یک علامت سبز رنگ و وقتی روش بزنید میگه فلان اپلیکیشن داره از دوربین یا میکروفون شما استفاده میکنه اگر از اپ گالری گوشی سامسونگتون استفاده میکنید یه سری امکانات توش اضافه شده یه سری امکانات بهبود پیدا کرده حالا قابلیت ایریز آبجکت که باهاش میتونستید یک سری از سوژه ها رو در تصویر حذف بکنید بهبود پیدا کرده قابلیتی که قبلا بود اما الان بهبود پیدا کرده در مرحله دوم میتونید لوکیشن و جزئیات عکس ثبت شدهتون رو بدون نیاز به اپلیکیشن اضافه ای دستکاری بکنید خلاصه داستان اینه که موجب میشه کمی مدیریت مدیاتون داخل اپ گالری بهبود پیدا بکنه از لحاظ ظاهری کلی انیمیشن ها جذاب تر شدن نوار ابزار تغییر بیشینه روشنایی جذاب تر شده آیکان ها جمع جور تر شدن همه چی کمی خوشگل تر شده مثلا انیمیشن شارژ گوشیتون خوشگل تر شده به روز رسانی شده همه چی یه جوریه که تا چندین روز که با گوشی کار میکنی همش سورپرایز میشی از این تصویر به اون تصویر که میری میشه جذاب میبینی قابلیت جذاب تصویر در تصویر امکانی که تو گوشی های سامسونگ چند وقتی اومده اما الان کمی بهبود داره شما به راحتی با نگه داشتن دستتون روی تصویر میتونید اون رو ریسایز بکنید اون رو از تصویر خارج بکنید دوباره با یک اشاره اون رو به تصویر برگردونید تا قبل از وانیای چهار زمانی که میخواستی یه دونه ویجت به تصویر اضافه بکنید در لیست نامنظمی از ویجت ها بعد میگشتی تا اپ مد رو پیدا بکنیم و بعدش ویجتش الان یک لیست خیلی مرتب دارین از تمامی اپلیکیشن هایی که ویجتش رو در اختیارتون قرار میدن حالا میتونید لاک اسکرین گوشیتون رو بیشتر از قبل دسترسی بهش داشته باشین و شخصی سازیش بکنید مثلا میتونید کاری بکنید فقط زمانی تصویر لاک اسکرین نشون داده بشه که یک نوتیفیکیشن براتون بیاد میتونید انیموجی گیف عکس مد نظر خودتون رو به لاک اسکرین اضافه بکنین به علاوه اینه که میتونید تنظیم بکنید فلش گوشیتون وقتی ناتفیکیشن میاد چطوری روشن و خاموش بشه یا این فلش زدن رو به نمایشگر گوشی برگردونید و حتی رنگش رو هم مشخص بکنید که مثلا اگر ناتفیکیشنی از توییتر دریافت میکنید نمایشگر گوشیتون به رنگ آبی فلش بزنه اگر از واتساپ ناتفیکیشن دریافت میکنید به رنگ سبز فلش بزنه یه قابلیت جذابی که تو iOS من دیده بودم و الان به گوشی اندرویدی سامسونگ اضافه شده اکسترا دیم هست زمانی که ما شب ها با گوشیمون کار میکنیم و تمامی برایتنس گوشی هم که بخوابونیم باز هم میزان سفیدی تصویر چشم رو اذیت میکنه الان قابلیتی به شما اضافه شده تو بخش کویک ستینگ به نام اکسترا دیم که با فعال کردن اون میزان رنگ سفید رو به شدت کاهش میده این قابلیت برای زمانی که در محیط های تاریک قرار گرفتین با فعال کردنش آنن میزان رنگ سفید رو به حدی کاهش میده که دیگه چشم هاتون رو در محیط بسیار تاریک اذیت نکنه خیلی خوب این بود از امکانات کلیدی که به وان یو آی 4 سوار بر اندروید 12 اضافه شده بود اما بریم سراغ سوال دوم کدوم گوشی های سامسونگ و اندروید 12 به روز رسانی میشن و کی به روز رسانی میشن قبلا یه ویدیو 60 ثانیه‌ای براتون درست کرده بودم. اگر گوشی گلکسی S21 یا Z Fold 3 یا Z فلیپ 3 دارین توی آذر الان بعد آپدیتش بیاد نهایتا تا دی اگر براتون امروز نیومده به خاطر ریجن گوشیتونه و به زودی خواهد اومد تو دی و بهمن برای گلکسی اس 20 تا ها، گلکسی های نوت 20 زد فلیپ 2 زد فولد 2 بهمن و اسفند گلکسی های سری نوت 10 ها و اس 10 ها از اسفند به بعدم میان رده ها وارد داستان میشن گلکسی A52 A72 سری M و خیلی مدل های دیگه امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه اگر اینطوری بود خوشحال میشم اون رو لایک بکنید نظر مثبت یا منفی منتقدانه و کارآمدتون رو حتما برام کامنت بکنید ارادتمند شما هر شبانه روز هفت روز هفته اهورای دست شکسته.